ولی همزمان با مذاکرات فشرده هسته‌ای ایران و جامعه جهانی در وین، در داخل ایران برخی از اعضای دولت سابق از مذاکرات انتقاد می‌کنند و می‌گویند در دولت احمدی نژاد اجازه توافق داده نشد. همزمان برخی نمایندگان می‌گویند یاران احمدی نژاد حق هیچ گونه اظهار نظری در مورد مذاکرات هسته‌ای را ندارند. آرش سیگارچی به این موضوع پرداخته. واقعا این دولت پای کار اومده. علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب راضی به نظر نمی‌رسد و می‌گوید این روزها دولت روحانی از موضع ضعف مذاکره می‌کند. اگر امروز برای دشمنان ما مشکلاتی می‌بینیم به وجود اومده، بخش عمدش مرهون همون افشاگری‌ها و روشنگری‌هایی است که رئیس جمهور ما در خود آمریکا با استفاده از ابزار و رسانه‌های آمریکایی انجام داده. این اظهارات مشاور احمدی نژاد واکنش برخی نمایندگان مجلس را در پی داشته، از جمله منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ما مجلس. ما معتقدیم که اگر برنامه‌ریزان و مدیران توسعه‌ای او گفته یاران احمدی نژاد حق هیچ گونه اظهار نظر در مورد مذاکرات هسته‌ای را ندارند. به مشاوره مطبوعاتی احمدی نژاد یادآور شده جوانفکر پاسخگوی مشکلات اقتصادی 8 سال گذشته باشد. 8 سال گذشته و تلاش‌های خالصانه‌ای که در جهت پیشرفت میهن عزیز انجام دادند تشکر و قدردانی می نمایم و سلام. محمود احمدی نژاد بر گسترش فعالیت هسته‌ای ایران تاکید داشت و در مقابل تحریم ها آنها را کاغذ پاره می نامید. حالا من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یک کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران هم سعید جلیلی بود. می‌کردیم یه بحث جالبی که در اونجا مشاهده شد این بود که بسیاری معتقدند عملکرد دولت و مذاکره کننده هسته‌ای باعث تصویب 4 دور تحریم علیه ایران شد. تحریم‌هایی که اصلی‌ترین عامل مشکلات اقتصادی این روزهای ایران است. یک سالی است که دولت حسن روحانی به دنبال توافق با جامعه جهانی است، اما هنوز برخی از چهره های دولت سابق انتقاد می‌کنند. آن هم در روزهایی که آیت الله خامنه ای به روشنی از سیاست های هسته‌ای دولت روحانی حمایت می‌کند. از همه توانی که در اختیار من هست استفاده خواهم کرد برای کمک به دولت. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.